من همیشه در فکر ساخت مستندی درباره مادر بزرگم بودم. وقتی در سال 2012 فوت کرد، متوجه شدم که در پیشینه خانوادگیم خیلی چیزا هست که در موردشون هیچی به من نگفتن. اتفاقات زندگی مادر بزرگم باعث بیداری سیاسی شده بود و خیلی از نظر سیاسی فعال بود. بهش مادر عفو برزیل لقب داده بودند. من از بچگی مدام قصه های مقاومت و مبارزش رو از زبون خودش شنیده بودم. قصه هایی که براش خیلی هم مهم بودن. اما هیچ وقت ماجراها رو از زبون پدرم نشنیده بودم. برزیلیانسکا فشوارشادوکاتر رکنه فرشیکتید می ات سیرکا 1 میلیون منیفول har passerat militärdomstolarna under de senaste 11 åren. Ett av de här fallen är Cesar Benjamin. Cesar greps den 30 augusti 1971, 17 år gammal. Om minderårig så kunde han enligt lagen inte dömas till frihetsstraff. Men en psykolog undersökte honom och slog fast att han hade en 35-årings intelligens och därför kunde han dömas som vuxen. Och han fick 13 års fängelse. فکر میکنم برای پدرم خیلی سخت بوده که از زندان انفرادی در بیاد و ببینه قصهش رو قبلن کسی دیگه روایت کرده. به خصوص راوی که مادر آدمم هست و شما هم که نمیتونین روایت مادرتون رو زیر سوال ببرین. ای نوش پاسامز ا تر دیریتا ویزیتا سزار نه مهم که ا تورتورا نو ایزیستیس ماش que existia, por exemplo, eles passavam, encostavam o cigarro aceso no braço, sabe? O César ficava nu dentro da cela. A vila militar era muito fria. É, um soldado passava, jogava um balde de água fria em cima do César. فکر میکنم کسانی که شکنجه شدن طبعاً براشون خیلی سخته که موقعیت‌های تحقیرآمیز و دردآوری رو که از سر گذروندن به یاد بیارن. اما مسئله در مورد پدر من فقط این نبود. چون پدرم بعد از مرگ مادر بزرگم شروع کرد به حرف زدن درباره تجربهش. من مصاحبه‌هاش رو نگاه کردم و دیدم که اصلاً درباره مادر بزرگم حرف نمیزنه. احتمالاً برای همینم قبول نکرد تو فیلم من که اول قرار بود درباره مادر بزرگم باشه حرف بزنه. Oi pai, tudo bem por aí? Eu ia te ligar, mas resolvi escrever dessa vez. Estou indo para a Suécia em função do filme. Vou conversar com a Mariane, visitar a Anistia, pesquisar imagens sobre o seu caso. Você pode imaginar que estou muito empolgada com tudo isso. Na mesma medida em que fico sempre mexida também. Frustrada com tudo que gostaria de compartilhar com você e não posso. Não quero desrespeitar sua decisão de não se envolver com o filme. E espero que este e-mail não lhe soe como insistência. It's a film about the story of my family. فیلم من درباره سرگذشت خانواده منه که عمیقاً تحت تاثیر دیکتاتوری نظامی برزیل قرار گرفته. اما در این حال این فیلم درباره سکوت هم هست. هم سکوت خانوادگی، هم سکوت تاریخی. خشونت رژیم‌های خودکامه به سکوت دامن می‌زنه. جالبه که در مورد خاطرات جنگ حرف می‌زنیم، اما در مورد خاطراتمون زیر سایه دیکتاتوری معمولاً ساکتیم. ما فیلم و کتاب چندانی در این مورد نداریم و به ندرت درباره‌اش حرف می‌زنیم. Certos eventos melhor silenciá-los em nome da paz da família brasileira. Moram nos silêncios as raízes das grandes mágoas familiares, destruindo pontes entre as pessoas e seus afetos, entre os países e suas histórias. امروزه در برزیل خیلی از مردم از دخالت نظامیان در کار کنگره حمایت می‌کنند،
چون از فساد دستگاه سیاسی و بحران اقتصادی به سطوح اومدن. به نظر من دلیل این حمایت بی اطلاعی عموم مردم از تاریخ دیکتاتوری در برزیل و خشونت رژیم خودکامه گذشته است. من دلم میخواد این فیلم با مخاطبی گسترده که از نظر سیاسی لزوماً چپ نیستن ارتباط برقرار کنه و مخاطبش کسانی باشن که چندان چیزی درباره گذشته و تاریخ برزیل نمیدونن و از نظر سیاسی سردرگمن. ما چپ ها عادت کردیم در حلقه بسته خودمون فقط با خودمون حرف بزنیم، نه با کل جامعه. Não sei se você conhece poeta português, deve conhecer Fernando Pessoa, que diz: Nessa vida, eu que sou o meu sono, não sou o meu dono. Quem sou é quem me ignora e vive, através dessa névoa que sou. Todas as vidas que outrora tive, numa só vida. Mar sou, baixo marulho ao alto rujo, mas minha cor vem do meu alto céu, e só me encontro quando de mim fujo. Um abraço, Iramaia. PS. Fico te devendo uma carta sobre o Brasil.